انفصال دائم از خدمات دولتی است یکی دیگر خلع لباس روحانیت هست و یکی دیگه زندان هست از شش ماه حبس تا حبس ابد و بعد ده ها یا صد ها هزار میلیارد تومن به عنوان جریمه جریمه خسارات وارده و بالاخره اعدام به نظر میاد اح اینها احکامی است که احتمالا در دادگاه برای آقای روحانی در نظر گرفته خواهد شد اگر بنا باشه به همه جرایم ایشون رسیدگی بشه خب تا الان اشخاص و گروه های زیادی از آقای حسن روحانی شکایت کردند در یک مورد شکایتی که از طریق کمیسیون اصل نود مجلس علیه آقای حسن روحانی مطرح شده تا الان بیش از 320 هزار نفر از مردم سراسر کشور این شکایت رو امضا کردن در فضای مجازی یعنی در یک مورد فقط آقای حسن روحانی سی و بیش از 320 هزار نفر شاکی داره و دستگاه قضایی قطعا نمیتونه نسبت به این شاکیان بی تفاوت باشه قرار است که این جرائم و تخلفاتی که دو این شکایت ذکر شده از طریق کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به قوه قضایی ارسال بشه تا آقای حسن روحانی در دستگاه قضایی پاسخگو باشه غیر از این چندین شکایت هم توسط نمایندگان مجلس علیه آقای حسن روحانی مطرح شده که برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده و همینطور از طریق اشخاص و گروه های مختلف مردمی هم شکایت های متعددی علیه ایشون در دستگاه قضایی تاکنون مطرح شده به نظر میاد که تشکل های مردمی بایستی به صورت جدی از مسئولین دستگاه قضایی خواهان محاکمه هرچه سریعتر آقای حسن روحانی بشن از اونجایی که آقای روحانی میداند در صورتی که پاش به دادگاه و محاکمه باز بشه احتمالا چندین حکم اعدام در, چندین حکم اعدام در انتظار ایشون خواهد بود لذا ما از مسئولین دستگاه قضایی و مسئولین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور میخوایم که مراقب باشن آقای حسن روحانی از کشور خارج نشه ایشون باید در کشور بماند و توسط دستگاه قضایی محاکمه بشه و ملت ایران انشالله به زودی شاهد محاکمه و مجازات ایشون توسط دستگاه قضایی باشند انشالله